الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از نعمتهای بزرگ الهی بر انسان و بر مؤمنان و بر تمام بشریت و بر جنس انسانیت این هست که خداوند متعال و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، که از میان خود شما انسانها برای شما همسرانی رو آفرید و این همسران سبب لتسکنوا الیها، سبب آرامش شما هستند و این فضای محبتی که در بین شما انسان ها به وجود میاد. و جعل بینکم، جعل بینکم یعنی بین شمایان، یعنی بین شما خانواده ها، شما انسان ها. پس در ازدواج قضیه فراتر از رابطه یک فرد و یک فرد هست، در واقع رابطه دو تا فامیل، دو تا قبیله، دو تا خانواده با هم دیگر هست. و جعل بینکم مودتا و رحمه، که در بین اینها خداوند متعال مودت، رحمت، عطوفت، مهر و صمیمیت رو قرار میده. این ازدواج در واقع یک تغییر و تحولی است در ساختار زندگی فرد. ما متاسفانه در خیلی از مسائل مراعات میکنیم، اما در مسئله ازدواج اون حد و حجمی که باید ازدواج بهش داده بشه رو در نظر نمیگیریم. ازدواج باید در کمال سادگی و بدون تکلفات صورت بگیره، اما قبل از اون باید آمادگی برای این باشه. ما میخوایم فرزندمون ماشینی، اتومبیلی رو رانندگی بکنه، یک موتوری یا یک دوچرخه‌ای رو رانندگی بکنه، اون رو میریم آموزشش میدیم و حتی باید آموزشش به مرحله‌ای برسه که یک اداره خاصی، یک مدیریت خاصی رو به نام راهنما رانندگی مشخص میکنیم تا اون رو، این اجازه نامه رو بهش بده که فرض این شخص آمادگی این رو داره که بتونه اتومبیلی رو رانندگی کنه. وقتی میگیم که چرا این همه سختی ها، میگن چون که در اینجا زندگی یک انسان در خطر است. این خودش رو اگر آموزش نداده باشیم ممکنه خودش رو بزنه، از بین ببره، یک شخص دیگری رو بزنه و از بین ببره. در حالی که ما در مسئله ازدواج این مسائل رو دقت نمی کنیم، فرزندانمون رو آموزش نمیدیم تا درک کنند که زندگی به چه معناست و زندگی زناشویی چه اهمیتی داره، چون که هر گونه شکستی در این زندگی زناشویی به یک مشکلاتی رو برای افراد و خانواده ها به بار میاره، جامعه رو به جامعه آسیب هایی میرسونه. دو نفری که با هم ازدواج میکنند و این ازدواج در این ازدواج به تفاهم نمیرسند، از هم جدا میشن. دو فامیلی که به هم نزدیک شدند، یک عالمه از روابط اجتماعی که بر هم به وجود اومده، اینها از هم گسیخته میشه، اینها آسیب میبینه، خود این افراد آسیب میبینند. شاید اون مرد فردای روزگار و فرصت بیشتری داشته باشه برای ازدواج، اما اون زن الان به اون زن که تا دیروز به عنوان یک دختر باکره نگاه کرده میشد، الان نه، الان بهش بیوه زن گفته میشه و در جامعه اون جایگاه رو نداره. بعد اگر از این ثمره این ازدواج فرزندانی بود، این فرزندان بسیار آسیب پذیر هستند، در کنار پدر باشند، در کنار مادر باشند، ناپدری، نامادری داشته باشند، یا به عنوان یتیم در جامعه پرت و پلا باشند، در حال یک فضای آسیب‌پذیری بسیار زیاد بزرگی اینها رو تهدید میکنه. از این روز که ما باید در قضیه ازدواج دقت بسیاری رو بکنیم و عجله نکنیم، با فکر و بحث و تلاش و خوندن
شخصیت این دختر و این پسر و فضای اجتماعی که اونها زندگی میکنن، این به این مرحله برسیم که بدونیم این ازدواج یک ازدواج موفقی میشه. اگر چنین تحری و چنین تلاشی صورت نگرفت، نتیجه اون این میشه که خدای ناکرده این ازدواج به طلاق برسه. اصلا قضیه ازدواج یا رسیدن ازدواج به طلاق، ما در فضای ازدواج که مرحله قبل از طلاق صورت میگیره احیانا، که اون رو بهش میگن طلاق عاطفی، یک واژه جدیدی هست، یعنی اون مقدماتی که خانواده رو میتونه از هم جدا بکنه. این چرا به وجود میاد؟ وقتی که نه آقایون و نه خانم ها فضای مسئولیتی خودشون رو درک نکردن، معنای درست ازدواج رو درک نکردن. ازدواج به این معناست که هر یکی از طرفین در مقابل خداوند متعال عهد و پیمان میبنده که طرف مقابل رو خوشبختش بکنه. این وظیفه رو به عهده میگیره، با خداش عهد و پیمان میبنده که بار الها اگر این دختر نامحرم رو به محرمیت من در بیاری، من این رو خوشبختش میکنم، من خوشبختش میکنم. و این شرطی هم نیست که اگر اون منو خوشبخت کرد من خوشبختش میکنم، نه، همچنین موردی وجود نداره. اگر اون در کارش کوتاهی کرد، این به هیچ عنوان به من بهانه نمیده که من کوتاهی کنم. همچنین دختر همچنین عهد و پیمانی رو به خودش میبنده که بار الها اگر این مرد رو برای من حلال کردی، من اون رو خوشبختش میکنم. در نتیجه هر یکی از طرفین میدونه که فضای مسئولیتش چقدر هست. واجباتی بر هر یکی از طرفین هست، مسئولیتی بر هر یکی از طرفین هست. هر یک از طرفین در طرف مقابل حقوقی هم دارند، اما اگر طرف مقابل حقوق من رو ادا نکرد، به این معنا نیست که من حق دارم حقوق اون رو هم ضایع کنم. گناه هر فردی خودش تحمل میکنه، قانون الهی است. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کسی گناه کسی دیگری رو متحمل نمیشه، هر یکی گناه خودش رو بر عهده میگیره. چه چیزهایی باعث میشه که انسان به مرحله طلاق برسه؟ فشارهای زیاد اجتماعی و فشارهای زندگی، به خصوص وقتی که فضای روحانی و تعلق و رابطه بندگان با خداشون ضعیف میشه، در همون فضای ضعف رابطه بنده با خداش، رابطه مادیات بیشتر وجودش پررنگتر میشه و این بادیات فشاری که بر خانواده ها میاره احیانا اونها رو فلج میکنه و اونها رو به طرف طلاق سوق میده. یا ناپختگی دختر پسرها که نمیدونن. ناپختگی به معنای با عمر هیچ ربطی نداره. احیانا کسی میاد به 30 سال عمرش هم میرسه اما باز هم ناپخته است، نمیدونه که چطور زندگی کنه. و در مقابل کسی هست 14 سال عمرش هست، میدونه که چی میخواد از این زندگی و چطور باید زندگی بکنه و زندگی برای زندگیش برنامه ریزی بکنه. این نیاز به آموزش هایی داره که افراد باید یاد بگیرن که چطور زندگی رو مدیریت بکنن. این به افراد نشان میده که خیلی از مسائلی هست در که منجر به طلاق میشه، همین باورهای نادرست که مرد نمیدونه معنای مردانگی یعنی چی. معنای مردانگی رو در حالتی از ظلم و ستم میبینه، یا زن نمیدونه که وظیفه زن چی هست و رابطه زناشویی رو به جای اینی که یک رابطه پر از صمیمیت و پر از گذشت باشه، به یک رابطه داد و ستد و یک رابطه سیتیز تبدیل میکنن که این باعث میشه که ضربه بیمینه خانواده. یا اینی که خانواده ها فضای اخلاقی و منظومه اخلاقی رو به هم میریزن و باعث میشه که افراد با تماشای فیلم های مبتذل، با تماشای نمیدونم سریال های مبتذل، خیانت های زوجین، همه این مسائل باعث میشه که این انعکاسش در خانواده ها بشه، یا گوش دادن برخی از ترانه هایی که همین معانی و مفاهیم خیانت و فسادهای اخلاقی رو در ذهن ها میکاره. بعد از این دید این افراد به زندگی و به همدیگر دید تنش‌زایی میشه. حالا وقتی که این ازدواج به طلاق رسید و هیچ کسی این آرزو رو نمیکنه که هیچ ازدواجی به طلاق بیانجامه، اما اگر رسید فامساکم بمعروف و تصریحا به احسان، خداوند متعال فضای زندگی رو یک فضای پر از
سعادت، خوشی، راحتی و احترام حقوق متقابل معرفی میکنه. حتی اگر شما زندگیتون به یک تنگنایی رسید که طلاق در واقع یک راهکار هست. طلاق اینی که برخی طلاق رو به اصطلاح به عنوان یک تصویر زشتی ازش تلقی میکنند، به این صورت نیست. طلاق احیانا تنها راهکار هست یا بهترین سوژه برای حل یک بحران هست. طلاق پیامدهای بدی داره، نتیجه یک اشتباه در اون ازدواج، اما یک راهکار هست که اگر شما ازدواج کردید میتونید برگردید و این یکی از رحمتهای الهی است که اگر طلاق نمی بود فاجعه بار زندگی هایی که بسیار در دیانت هایی که تحریف شدن و طلاق رو حذف کردن، در اونجا قتل ها بیشتر هست، فشارهای اجتماعی بیشتر هست، به هر حال یک بنبستی هست، خروجی از اون نیست. در نتیجه جامعه با یک بحران های بسیار شدیدی روبرو میشه. خیلی وقتها هست که جامعه به این مرحله یا خانواده به این مرحله میرسه که دختر یا پسر میگن که پدر مادر منو مجبور میکنن که من از شوهرم جدا بشم یا من زنم رو طلاق بدم. این مورد رو باید یک قانونی که ما داریم در دینمون که این قانون رو باید مد نظرمون داشته باشیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در اون چیزی که گناه و معصیت الله ذوالجلال هست، طاعت و پیروی از هیچ احد الناسی جایز نیست، حتی اگر اون احد الناس پدر و مادر شما باشند. شما حق ندارید به خاطر رضایت پدر و مادرت یا به خاطر امر و دستور پدر و مادرت حق یک انسانی رو ضایع بکنید، یک زندگی رو از هم جدا بکنید. در این مواردی که پدر و مادر به شما توصیه میکنند یا شما رو زیر فشار قرار میدن، شما باید راهکارهای دیگری رو به استفاده بکنید تا بتونید هم رضایت پدر و مادرتون رو جذب کنید و هم بر اونها. ما امر شدیم به بر والدین، نه به رضایت والدین و نه به دوست داشتن والدین. پدر مادر خوششون میاد یا نمیاد، نه، وظیفه ما این هست که ما به پدر مادرمون تا حد اکثر امکان همکاری بکنیم، کمکشون کنیم، نافرمانیشون نکنیم، به اونها اف نگیم، هیچ چیزی که احساسات اونها رو خدشه‌دار میکنه نکنیم. اما اگر اونها ما رو به حرامی دستور دادن، به چیزی که باعث معصیت الله تعالی بود، هرگز از اونها پیروی نمی کنیم. و اگر قضیه به طلاق رسید، در طلاق سه گزینه طلاق ما داریم. طلاق اول و که طلاق رجعی هست که یه طرف میتونه برگرده، طلاق دوم و طلاق سومی که هست که بعد از اون دیگه رجعتی وجود نداره. در این طلاق اول باید اولا بیش از یک طلاق در یک مجلس دادن حرام هست، جایز نیست، گناه کبیره است. اینه که یه طرف بیاد بگه که من شما رو سه بار طلاق میدم یا 30 بار طلاق دادم یا نمیدونم فلان، این حرفهای بیهودهی که در بر سر زبانها رایج هست، این حرفها دلیل بر جهالت و نادانی این افراد هست. طلاق یک طلاق هست، این یک سیستمی هست که خداوند متعال گذاشته، قانونمند هست. قضیه این نیست که مثلا چند ورقه برگه من دارم همه گزینه ها رو یک جا از بین ببرم، همچین چیزی وجود نداره. طلاق یک طلاق هست، این طلاقی که در یک مرحله انجام میشه. و در قضیه طلاق اونقدر اهمیت داره که ما آیات زیادی از قرآن کریم هست که قضیه طلاق رو و تمام احکامی که مرتبط به طلاق میشه رو قرآن کریم به تفصیل بیان میکنه. در سوره البقره آیه 227 به بعد، و این عظم الطلاق فإن الله سميع عليم، وقتی که طلاق تصمیم طلاق گرفته میشه، این رو مد نظر داشته باشید که خداوند متعال همه چیز رو میبینه و از همه چیز مطلع هست و احکام طلاق رو در اینجا به تفصیل میبینیم. فالطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، که در نهایت یا در کنار هم با خوبی زندگی میکنید یا از هم جدا میشید، اون هم با خوبی و خوشی، در نهایت خوبی و خوشی از هم جدا میشید. یعنی طلاق یک راهکار هست، هم برای زن هم برای مرد.
یعنی یک راه نجات هست. وقتی که اینها میخواند از هم دیگه نجات پیدا کنند، پس هیچ دلیلی نیست که دعوا باشه. این کاری که در خانواده ها صورت میگیره، دعوا میشه، مرافع میشه، خانواده ها از هم گسیخته میشن، دشمنی ها به وجود میاد. اینها به خاطر این هست که درک نکردند که طلاق یک راهکار هست، یک نجات هست از یک بحران، یک برون رفت است از یک مشکل. نه اینی که ما یک مشکل داریم، این مشکل رو میخوایم حل کنیم با به جای اینکه به اصطلاح مشکل حل بشه، 10 تا مشکل دیگه ما در اینجا سبز میکنیم، دشمنی ها و روابط خیشاوندی از هم گسیخته میشه که نمیدونم فلانی پسر دختر عموش رو طلاق داده، در نتیجه عمو با برادر دعوا میکنه، این و اون دعوا میکنن. اینها همش علامت نادانی و جهالت هست. ما خودمون زندگی رو بر خودمون حرام میکنیم. نخیر، اینها با هم نساختند. نساختن این دو شخص به معنای این نیست که ما هم با هم دیگه دشمنی بگیریم. اون دوتا با هم نساختند. حالا ما چه مشکلی داریم؟ این مسائل رو باید درک کنیم. در خود قرآن کریم ما یک سوره کامل رو در قرآن داریم، در جزء 28 سوره الطلاق. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، که اینجا باز احکام تفصیلی طلاق رو در اینجا ما میبینیم که طلاق باید در پاکی باشه. کسی که میخواد زنش رو طلاق بده، اون طلاق باید در مرحله‌ای باشه که این زن یک پریود یا یک عادت ماهانه رو طی کرده، الان وارد یک مرحله پاکی شده. در این مرحله طهارت، این قبل از اینی که شوهرش بهش نزدیک بشه، طلاق صورت میگیره. در همین مرحله پاکی، در مرحله ای که زن در حالت پریود هست، در حالت ماهانه است، در این دوران بیماری، این یک دوران بیماری هست، در این یک تغییر و تحولاتی در جسم زن به وجود میاد. این تغییر و تحولات در اخلاقش، در رفتارش تأثیر منفی میذاره. از این روز به هیچ عنوان در این حالت طلاق جایز نیست. چرا؟ چون که در این مرحله تصرفات زن، تصرفات یک انسانی هست که بیمار مانند هست، در نتیجه برای این تصرفات نباید مؤاخذه بشه و مرد باید این رو درک بکنه که این مرحله استثنایی است، سپری میشه و اگر خواست اون رو طلاق بده، حق نداره در این مرحله طلاق بده. در مرحله ای که در بعد از اینکه تصمیم خودش رو گرفت و زندگی دیدن که هیچ راهی نیست، باید صبر کنه تا این مرحله پریود یا عادت ماهانه طی بشه، زن در پاکی هست، به اون نزدیک نشده، در این مرحله اون رو طلاق میده. و بعد از اینکه زن طلاق گرفت، به این معنا نیست که این زن باید از خونش بیرون بشه. این زن حق نداره از خونه بره بیرون. خداوند متعال این خونه رو خونه زن معرفی میکنه و میگه که به اصطلاح لا تخرجوهن من بیوتهن، اونها رو از خونه های خودشون بیرون نکنید. واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینه، در هیچ حالتی مگر حالت های استثنایی که این زن مرتکب خیانت زناشویی شده باشه، یک مرتکب فحشا باشه، این حالت استثنایی است. در غیر این حالت نه، این زن حق داره از خونه ای که خونه شوهر که هست، که خداوند متعال این رو نمیگه خونه شوهر، خونه زن، از این خونه زن که خونه شوهر زناشویی، یک خانه، محوریت خانه زن هست. زن در یک خانواده، خانه به زن نسبت داده میشه. پس این خانه زن هست. این زن در این از این خانه بیرون نمیره، در همین خانه هست، شوهرش هم در همین خانه هست، روابط عمومی زناشویی برقرار هست، تنها روابط جنسی ممنوع هست، ممنوع نیست، یعنی در اجرا نمیشه، چون که مثلا میخوان از هم جدا بشن و هر لحظه ای این شوهر حق داره که برگرده و زنش رو طلب کنه. در این مدت زمان زن کاملا در فضای خانوادگی هست، زینت خودش رو میکنه، هر طوری که دلش بخواد لباس میپوشه، تمام عرف خانوادگی اجرا میشه. و در این مدت زمان اگر شوهر خواست قبل از پایان عدت، شوهر خواست که به اصطلاح برگرده،
میتونه زنش رو برگردونه و اینجا هیچ گونه نکاحی، هیچ گونه تدخل دیگه ای لازم نیست و اینجا زن برمیگردونه، چون که این طلاق، طلاق رجعی است و زن میتونه برگرده پیش شوهرش. همه اینها در این فضا، فضایی هست که زن در خانه خودش قرار داده. خداوند متعال میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، اونها رو از خانه های خودشون بیرون نکنید. ولا یخرجن الا ان یاتین، و حتی اون زنها هم حق ندارند که از این خانه بیرون بیایند. در سوره طلاق شما میبینید که خداوند متعال بر قضیه تقوا زیاد تاکید دارن. در آیه بعدی و من یتق الله یجعل له مخرجا، خانم ها، آقایون، همه افراد خانواده ها وقتی که تقوا رو جلوی رویشون قرار دهند، سیمای وجودیشون تقوای الهی باشه، اون وقت خداوند متعال حتما برای اونها یک مخرجی، یک راه برون رفتی رو ایجاد میکنه. پس جای نگرانی نیست. و هرزق من حیث لا یحتسب، به اون رو از جایی که اصلا در تصورش نیست روزی خواهد داد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون که توکل بر الله رو پیشه خودش کنه، خداوند متعال اون رو ضایع نخواهد کرد. یعنی زنها، مردها وقتی که زندگیشون به تنگنا رسید، به کوچه منبعث رسیدن، این به معنا نیست که این زندگی تموم شده، این به معنای نیست که این بدبختی هست، فلاکت هست، بیچارگی هست. نخیر، این زندگی یک تجربه ای بود که شما به این مرحله رسیدید. اگر در این تجربه و در پایان این راه اگر رضایت الله متعال رو مد نظرتون داشته باشید، اگر فرامین الله متعال رو اجرا کنید و حقوق همدیگر رو ضایع نکنید و حق انسانی رو پایمال نکنید و حقوق الله رو مراعات بکنید، بدون شک خداوند متعال زندگی بهتری رو به شما نصیب خواهد کرد. این مرد زن بهتری خداوند متعال نصیب اون خواهد کرد و سعادتمند خواهد شد، و این زن شوهر بهتری رو خواهد دید یا زندگیش به صورت دیگه رقم زده میشه، که این زندگی در واقع از زندگی پیشینش خیلی بهتر خواهد بود اگر در اینجا تقوای الهی مد نظر باشه. که من یتق الله یجعل له مخرجا، که انسانهای با تقوا خداوند متعال راه گره های جلوی رویشون رو باز میکنه. امید هست که خانواده ها این مسائل رو درک کنند و بدونند که در فضای زندگی چطور عشق و محبت رو بسازند، چطور کمک کنند اطرافیان به جای اینکه دخالت کنند و زندگی ها رو خراب کنند، چطور بتونند در زندگی ها امید رو سبز کنند و چطور بتونند جوان ها رو و خانواده ها رو تشویق کنند تا مشکلات زناشویی که هست، مشکلات اخلاقی که هست، مشکلات روحی روانی که هست، اینها رو برطرف کنند و با توکل بر الله متعال زندگی پر از شادی و سعادتی رو برای خودشون، برای دیگر عزیزان در جوامع بسازند. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني.